نرگس هورخش از استانبول همراه ماست. نرگس درباره تهدیدهای تلویحی و واکنش های متقابل بین دو کشور توضیح میدید. اه بله اه رجب طیب بردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یک شنبه در زادگاه خودش در ریزه در یک مراسمی که برای تمجید از صنایع دفاعی و نظامیان این کشور بود بگونی زنده اه 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 صحبت می کرد و در انتقاد به حملات اسرائیل یک گام بالاتر و فراتر گذاشت و به مسئله جنگ احتمالی با اسرائیل پرداخت این که آقای رجب طیب اردوغان گفت که همونطوری که ترکیه در گذشته وارد لیبی شد و در عین حال وارد قرباخ شده میتونه اقدام مشابه را در برابر اسرائیل انجام بده و به اسرائیل به نحوی برای کمک به فلسطینیان اقدام کنه این البته اشاره مستقیم به وارد شدن به یک جنگ نظامی با اسرائیل نبوده و او کل کلمه جنگ را به کار نبرده اما بسیاری ها این موضوع را تعبیر میکنند به احتمال هشدار دادن به جنگی که آقای رجب طیب اردوغان از او دفاع کرده و گفته که ما باید خودمان را آنقدر قوی بسازیم که در برابر اسرائیل بتانیم بیستیم و گفته هیچ دلیلی وجود نداره که ترکیه چنین اقدامی را انجام نده این موضوع با واکنش های تندی در اسرائیل مواجه شد وزارت خارجه اسرائیل در واکنش به این سخنان در پستی در صفحه ایکس واکنش نشان داد و گفت که عملا اردوغان کاری را انجام میده که صدام حسین انجام داده و دنبال رو او هست و در نهایت باید به یاد بیاره آقای اردوغان که چه سرنوشتی صدام حسین روبرو شد مطمئنا اردوغان هم به همچین سرنوشتی روبرو خواهد شد در کنار اینم برخی دیگر از رهبران اسرائیل در این مورد واکنش های خودشان را داشتن و اردوغان را به یک دیکتاتور تشبیه کردن در ترکیه اما متقابل وزارت خارجه این کشور بیانیه منتشر کرده و دفاع کرده از سخنان آقای رجب طیب اردوغان و مقام های اسرائیل به جنتان یاهو را به هتلر مقایسه کرده و گفته سرنوشتی که نازی ها با او روبرو شدن را اسرائیل هم روبرو خواهد شد و ترکیه همچنان مصمم است که از مردم فلسطین حمایت کند در کنار اینکه هاکان فیدان هم در صفحه خودش از آقا اردوغان حمایت کرد و او را وجدان و صدای بشریت خواند که در حال حاضر از مردم فلسطین در برابر حملات اسرائیل دفاع میکنه و در عین حال ما واکنش معاون مواقن آقای رجب طیب اردوغان را داریم که او هم از اقدامات ترکیه در برابر فلسطین حمایت کرده ممنون است نرگس هورخش از استانبول ترکیه